یکی دیگه از حالتهایی که ما میتونیم توی طراحی نورپردازی ویدیوهای خودمون از اون استفاده کنیم، طراحی نور سه نقطه‌ای معکوسه. توی این حالت همون جور که از اسمش مشخصه، ما سه منبع نوری داریم که باید اونها رو بر اساس یک چیدمانی قرار بدیم تا بتونیم این طراحی نور رو به وجود بیاریم. دو منبع نوری اصلی خودمون رو باید در سمت چپ و راست سوژه پشت سر اون قرار بدیم و منبع نوری سوم ما با زاویه تقریبا 45 درجه روبروی سوژه چپ یا راست باید بتونه سایه هایی که به واسطه نورهای اصلی روی صورت سوژه به وجود اومده اونها رو پوشش بده. این مدل از نورپردازی شباهت‌های زیادی به نورپردازی‌های تختی داره که خیلی از مواقع توی ویدیوها داره انجام میشه، اما سایه روشن‌ها و اون کنتراست‌های بین نور و سایه‌ای که توی این مدل از نورپردازی‌ها وجود داره تفاوت‌های چشمگیر و ظریفیه که تو خیلی از ویدیوها باعث میشه اون ویدیوها جذاب‌تر و دیدنی‌تر بشه. در نورپردازی سه نقطه‌ای معکوس، محل قرار گرفتن دوربین، سوژه و سه منبع نوری ما باید به این ترتیب باشه که سوژه همچنان روبروی دوربین قرار بگیره و دو منبع اصلی ما باید پشت سر سوژه با زاویه 45 درجه نسبت به سوژه قرار داشته باشه. منبع نوری سوم ما با زاویه 45 درجه روبروی سوژه چپ یا راست باید قرار بگیره که لول این نور باید یک مقداری بیشتر از سر سوژه باشه که بتونه به ما کمک کنه که این طراحی نور رو انجام بده. نکته ای که توی این نورپردازی برای ما اهمیت داره اینه که شدت نوری که دو منبع اصلی نوری ما دارن، این دوتا باید با هم برابر باشه. اما شدت نوری منبع سوم ما که روبروی سوژه قرار میگیره تا مقداری باید باشه که بتونه سایه هایی که روی صورت سوژه ایجاد میشه رو برطرف کنه و کمک کنه که ما یک کنتراست خوب از نور و سایه روی صورت سوژه داشته باشیم.